میخوام بهت یاد بدم کوبیده های رستورانی رو با همون عطر و طعم توی خونه درست کنی، اون هم بدون ذره گوشت گوسفند یا گوشت گاو. همینطور که میبینید با اینکه من کبابزن حرفه‌ای نیستم، اما خیلی راحت گوشت رو به سیخ میزنم و روی آتیش کباب میکنم و اصلا هم نمیریزه. با اینکه ذره گوشت گوسفند یا گاو نداره، ظاهر و طعمش درست مثل کوبیده های رستورانیه. بعد از این کوبیده من که دیگه حاضر نیستم از رستوران ها کوبیده بگیرم، مگر اینکه جایی باشه که مطمئن باشم از گوشت گوسفند یا گاو استفاده میکنه. حتی اگه سیخ و منقل هم نداشتید میتونید با این کبابزن های دستی شکل بدید و داخل تابه و روی گاز آمادش کنید. برای درست کردن این کباب کوبیده فوق العاده خوشمزه با من همراه باشید. این کباب کوبیده با دل مرغ درست میشه. باورتون میشه با هرچی کوبیده ای که بیرون خوردم مزش یکیه؟ احتیاج داریم به یک دسته دل مرغ. هر چقدر که دل مرغ داریم به اندازه یک دومش احتیاج داریم به گوشت مرغ. من برای راحتی کار و برای اینکه راحت تر چرخ بشه اونها رو از قبل چند ساعت داخل فریزر گذاشتم. و به اندازه یک سوم اون میزان دل مرغی که داریم از دنبه استفاده میکنیم. همه مواد رو با هم چرخ میکنیم. حالا احتیاج داریم به 2 عدد پیاز بزرگ یا 4 عدد پیاز کوچیک که من از 4 عدد پیاز کوچیک استفاده کردم. پیازها رو با رنده درشت رنده میکنیم، آبش رو میگیریم و به گوشت اضافه میکنیم. حالا سریع چرخ گوشت رو عوض میکنیم و با درجه ریز چرخ گوشت دوباره گوشت همون رو چرخ میکنیم. همه گوشت رو که چرخ کردیم و آماده شد، کمی نمک و زعفران دم کرده اضافه میکنیم و خوب مواد رو ورز میدیم تا کاملا یک دست بشه و مواد بخورده هم برن. اگر خواستید کوبیده رو به سیخ بزنید و روی منقل آماده کنید، گوشت رو 2 تا 3 ساعت داخل یخچال استراحت بدید و بعد ازش استفاده کنید. هنگام سیخ زدن هم دستتون رو داخل آب گرم بزنید که گوشت به دستتون نچسبه. آتیش کوبیده باید زیاد باشه و کوبیده ها رو تون تون برگردونید که نریزه. این هم کوبیده خوشگل خوشمزه ما. بهتون قول میدم با یک بار درست کردنش عاشقش میشید و همیشه درستش میکنید. اگر از این ویدیو لذت بردید، من هانیه هستم. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید و از من حمایت کنید. اگر هم خواستید کوبیده رو با این کبابزن‌های دستی توی تابه روی گاز آماده کنید، بهتره داخل کبابزن یک نایلون فریزر قرار بدید و به این شکل کوبیدتون شکل بدید و بعد هم خیلی راحت به تابه منتقلش کنید. حتی اگر از این کبابزن‌ها هم نداشتید میتونید با دست به شکل بدید و داخل تابه آمادش کنید. میتونید در نهایت هم ترکیب کره زعفرون روی کوبیده ها بزنید که فوق‌العاده خوشمزه‌اش میکنه. برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال رو سابسکرایب کنید و از من حمایت کنید.